سلام بچه ها، اومدیم مغازه میترا، گفتم اینجا یه لایو کوتاهی هم بذاریم، با کار میترا آشنا بشین، ببینیم چیا میفروشه، چجوریه. بعد بذار حالا من دوربینو برگردونم و مغازه رو نشون بدم. اینا هم مکملاییه که امید هم میفروشه. امید هم میفروشه، ایمان هم میفروشه. آره، امید هم میفروشه، ایمان هم میفروشه. آره آره. ایمان اصلا وارد کننده است. آها. اینا مکملاییه که بدنسازی استفاده میشه و اینا. حالا اگر کسی خواست، امید گفت که ارسال هم داریم دیگه، به صورت پستی هم ارسال میشه. اینا هم که جنس هم همه اصله، لباس ها مکمل ها همه اصله. خیلی هم عالی. بعد اینا هم لباس ها، این هم من. حالا لباس ها رو نشون میدیم. بچه در کل لباس هم زیاد نیستش، خب سرمایه هم زیاد نیست، ولی بالاخره سعی میکنم یه چیزای قشنگ بیارم، یه چیزایی که اینجا آخه محل من پرته، نزدیک بازارم، مردم خیلی راحت میتونن برن بازار باقی‌شهر خرید کنن. درست. چون تو محلم همه میگن قسطی بده. 7 ماه شروع کردم به کار. اگه از اولش قسطی کار میکردم اوضاع بهتر بود، ولی من جرأت قسطی کار کردن قسطی کار نمیکنی کلا نه. الان چرا شروع کردم دیگه؟ حساب دفتری. آره حساب دفتری، اونجوری که قسطی نمیدونم گرونتر بدم قسطی بدم، نه، و همشون حالی کردم، قیمتم با بیرون یکیه، خودشون برن مقایسه کنن، ولی زود برای من پول بیارن، نه اینکه مثل بعضی قسطی ها ببری و نمیدونم. مثلا تضمینی هم میگیری ازشون، مثلا یه کارت ملی، شناسنامه، شناختی دارم، میدونم مال اینجان، بالاخره یه جورایی یه شناخت عمیق‌تری هست. آره. اینجا مثلا درصد سودات چقدره میترا؟ ببین من خواهرم خودش مغازه داره، اون 50% جنسون میفروشه، یعنی 100 تومن چیزی میخره میشه 150 تومن، ولی من همه جور درصدی دارم، اونطوری نمیتونم اینجا کار کنم. درست. من 20 میگیرم، 20% میگیرم، 30% میگیرم، 35% میگیرم. اصلا درصدم معلوم نیست. آخه اصلا 20% 30% هم توی لباس درصد خیلی کمیه. آره خیلی کمه، چون من خودم هم تجربه لباس زیاد آره. دارم اصلا، قبلا خودم فروشگاه هم داشتم، البته ما بیشتر عمده کار میکردیم. بعد لباس بنجل زیاد داره، مونده از آه. سایز میفته، رنگ بندیش، سایز بندیش، سریع یعنی مودش میره. آره سریع مثلا عوض میشه، نوع پارچه، نوع مدل. مخصوصا حالا این لباسایی که تو میفروشی باز لباس راحتیه. آره. لباسی که من میفروختم و تولید میکردیم لباس مجلسیه، یعنی ماه به ماه اصلا پارچه عوض میشد، مدل عوض میشد، اصلا به شدت کار پر ریسکیه. برای همین کسایی که تو لباس مجلسی کار میکنن خیلی کار پر ریسکیه و درصد سودم بالاست. ما درصد سودمون خیلی بالا بود. آره. الان ببین بیا اینجا یه نگاه بکن، ببین این شومیزا خیلی خوشگلن، خیلی هم رو مودن، اینا کارهای جمهوری هست. درست. ولی اینجا من نمیتونم بفروشم چون همه میان میگن رنگ بندی. الان مثلا این قیمتش چنده؟ این دوره برای 400 تومن فکر کنم. این مغازه ها اگه گیر بیارن امکان نداره 550 کمتر گیر بیارن، من 450 میدم نمیتونم بفروشمش. درست. نمیتونم بفروشم. آخه به هر حال آره میگه رنگ بندی نداره، منم ندارم رنگ بندی بیارم. مثلا اینو خودت چند خریدی؟ اینو قیمت خریدت یادت؟ قیمت جدید نبود، چند ماه پیش فکر کنم خدایا 325 تومن انگار این خریدشه. 325 تومن تو کاسبی لباس باید نصفش رو بذاری روش، 325 نصفش میشه 167. درسته. اون میشه حدودا مثلا دوره برای 500 تومن، ولی من 400 اول که با 380 تومن دادم رفیه دونشو. ببین چون میگم لباس خواب زیاد داره. آره. میبینی که اصلا این یه سال الان دستت مونده. الان راضیم 400 بدم درست. که من ببرم. درست. که سرمایه بچرخه. سرمایه بچرخه. 3-6 سنم گیرم بیا. سرمایه بچرخه. مثلا الان این کارم
270 تومنه که تو بازار اینجا این پارچه رو نمیدن 270 تومن. خود مردم متوجه. آره. پارچه چرپ دیگه این پارچه. چی میگن فیک اینو میدن 270 تومن. ولی باز میام میگه رنگ بندی نداره، رنگ دیگه میخوام. من همه رنگو نمیتونم بیارم. درست. بچه ها میگن ارسال هم داری؟ خب ارسال اگه براشون میصرفه. آره دیگه بچه ها، هزینه ارسال با خودتون. آره باشه. با پست میتونه ارسال کنه، اگر تهران باشین با پیک میتونه ارسال کنه. این کارو من 400 تومن میدم، خب میتونم قیمت کنم. شونیز خیلی عالی، پارچه فیک نیست. درسته. این پارچهش، این ورش پارچه شومیزه، مثلا بازاری هم میگن شومیز. یه چیز دیگه نه اسم پارچه تقریبا ریوم ماننده. آره من الان چند سال کار نکردم دیگه، پارچه های جدید و اینا رو تیشرت ها هم خیلی خوشگله. مثلا این تیشرته، بذار اینو نشون بده. تیشرت ها رو 140 تومن خریدم، 140 راحت خواهر من میده، 210 تومن من میدم، 180 تومن باز فروش. الان این تیشرت چنده؟ من میدم 180 تومن باز فروش. خیلی خوشگله خودشم، خیلی خوشگله. یه دونه نیست، خیلی هست، مدلای متفاوت است. این 180، این 180، خیلی خوشگله. این کار تنگه 150. بچه آدرس باقر شهر اینجا، اگر این کسی خواست حضوری هم بیاد. آره منطقه 20 تهران. این کار این درسا رو تو منطقه خودم داره 245 تومن میده. من 200 تومنم میدم نمیدارم. ببین چون اینجا قدرت خرید کمه. چون میدونی مشتری بدتر من ارزو میدم، بدتر انگار شکم میکنه شاید پارچه من فرق داره. درست. متوجه نیست من از اونجایی که جام پرته دارم ارزو میدم. درست. جای من خیلی پرته. درست. این یه تیشرت ویسکوزه، این رنگ بندی داره، این درسا رنگ بندی داره. این کارو خودم خیلی میگن قیمتات خیلی خوبه، حتی عبدالاباد هم این قیمتا نیست. بله بله. این کاپشنه. نه اینا چیزه، خودم به جای مانتو میپوشم. دیشب تنم بود اومدم پیش. این چنده مثلا؟ این 350 تومن. بازم مشتری نقد باشه بازم کمتر میدم. بازم کمتر میدم. خیلی عالی. به 320 تومنم راضیه. بچه سایزاشون هم فریه دیگه. این فریه. اینا هم اکثرا این فری سایز هم. فریه شومی زردام فری نیست. مشکیه که نشونتون دادم فری نیست. این سایزش چیه؟ چهار سایز داره. آها یک چهار دو سایز. سه شومی زرده سه سایز داره. این صورتی خوشگلم سه سایز بوده، یه سایزش رفت. آها آدرس دقیقت رو بگو بچه. بچه آدرس دقیقم باقر شهر، جاده قدیم قم باقر شهر، خیابان یا بلوار یادگار امام، کوچه 13 یا کوچه خان محمدی، به 13 معروفه که فرعی 8 متری اول سر چگینی. پلاک چگینی هم نشون بده. اینا اینم خیابونش، ببین اینجاست کوچه 13 چگینی. اوکی اینم که مغازه است. مغازه اسمش برنده. آره اینجا مثلا این تابلو چیز دیگه، اینجا بنر اینجاست مشخصه. اینم این لباس هاست، این تیشرت. اینم چقدر خوشگله، این خرسیه. نخ پنبست دیگه. آره. کار تیشرتی که همه جاست. اما همین تیشرت پارچه خود مردم میدونن، پارچه ضعیفتر داره پارچه قویتر داره. درسته. خیلی هم عالی. این کار رو نشون بده. اینم یه چند تا رنگ بندی داره. من میتونم اینو دیویس و سی تومن، دیویس و چل تومن به حساب کاسبی و مغازه‌داری بفروشم. دیویس و ده تومن فروشم. شمارت رو بگو اینجا پین کنم که بچه ها زنگ زدم. شماره خودم یا مغازه رو؟ خودم رو بده. شماره موبایلت رو بده. 0922 322 8041 8041. بچه ها خواستین با خود میترا هماهنگ بشین. بذار پین کنم این رو.
بچه ها پیج میترا پیجش خب فالوور نداره که تو پیجم ببین کارای آنلاین شاپینگ باید تنوع داشته باشی زیاد نیست. و مدام هی تنوع رو اضافه کنی یعنی جنس به روز بشه باشم. آره کسی هم باشه سرمایه بذاره آره سرمایه زیاد نه آنلاین به درد تو فعلا نمیخوره چون سرمایه‌ت هم کمه آره. تنوع جنست کمه خیلی کمه آره خیلی کمه برای همین الان بازم بذار این کارم نشون آره اونا رو هم نشون بده بدلیجات هم داره بچه ها ببینیم الان بدلیجات هم بیشتر از اینا خونه است پودر بدنسازی هم آره میفروشه اینا مال امیده لاغری چاقی همه چی صورت اینا هم قیمت میدونی؟ اصلا خب بچه ها هر کدومو خواستین اسکرین شات بگیریم بفرستیم ما از امید قیمت میگیریم اگر خواستین براتون ارسال میکنن با پست و پیک و اینا میگن شمیز جین داری؟ جین نداری جین یعنی چی؟ مثل این, این که تن نه, من نه 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 ندار نه اوکی ببین الان این لباس 305 تومن 10 تومن مغازاست من 250 تومن راضیم بدم فقط پولم حرکت کنه درسته نه اینکه هیچی روش نخودم مثلا میدونم میدونم مثلا دقیقا میدونم چی میگی آره. چون تو کار لباس حرکت کنه پولم حرکت وقتی میخوابه سرمایه آدم خیلی اذیت میشه بالاخره خدا رو شکر خدا همیشه برای من روزی رسان بوده من هیچ وقت معطل مثلا روزی نبودم ولی کلن هیچ کس نبوده این بدلیجاتت هم خیلی بگو مثلا بدلیجات هم همه بدل فروش ها مارکش یوپینگه همه بدل فروش ها دو برابر میتونن استفاده کنن یعنی 100 تومن رو میتونن 200 تومن بدن قانونش کارشه خب درسته ولی من 100 تومن رو 150 تومن میدن یعنی اینا 150 تومن یعنی نه 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 یعنی درصد سودم آها الان اینا مثلا قیمتشون چنده مثلا این 148500 تومنه حالا 150 تومن یعنی حتی مثل لباسام نکردم درصد اینا درصد واقعی لباسو مجبورم هی بیارم پایین ببرمش ولی رود بدلیجاتم نمیخوام این کار انجام بدم درسته اینا این مثلا این سرویس به این زیبایی نیمسه 654900 حتی من 900 هزار نکردم چون میخوام درصد واقعی باشه درسته خیلی عمال اینجا هم که اینا کرم پودر و اینا اینا کرم چیز لوازم آرایش هم داشتم ولی از قصی ارزون دادم که تموم شه بره خودم لباس زیر داشتم از قصی ارزون دادم بره یعنی هر راج یعنی لباس زیر 140 تومانی رو من دادم 85 تومن تازه با التماس درست جام خوب نیستا خیلی عمالی خب چیزه میگه اون شومیز مشکیه سایزش چی بود نشون داده کدوم مشکیه اینو میگه افسانه الان نشون میدیم ببین سایز 3 داره 4 داره حدودا سایز 46 48 50 راحت میخوره ببین الان بذار من خودم الان بهش بگم یه دقیقه اینو تو همینجا میتونی نگه داری نگه من خودم بگم چهارش به هیکل چقدر میخوره الان چهارش از خودم هیکلی ترم میخوره میگم راحت سایز 50 رو میخوره آره حالا بگو 48 50 آره. چون اینا کش نمیان که پارچش نه کشه دیگه این نه دیگه اون کش نیست نه 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 آها کش نیست اوکی شومیز کش نیست اصلا رنگ بندی بچه فقط این رنگه نه این پر اصلا مشکی داره فقط آره همینه چون اصلا رنگ بندیش تو بازار دیدم برای خودم رنگ بندیش کلاس نداشت ببین پرنیا میگه من سرمایه بذارم کار میکنیم با هم میتونیم کار کنیم ببین با هم من راضیم ببین من فقط پرنیا جان من حالا شدیدی میگن آدم به چشم خودشم نمیتونه اعتماد کنه ببین آدمایی که با من زندگی کردن تو دوست رفیق تو فامیل میدونن طلا از آسمون زمین باشه من بر نمیدارم ولی حالا خب سخت من به کسی اعتماد کنم درست اما اگه بیار الان بیاد شلوالی سرمایه بده من فردا برم بازار شلوالی بیارم روش 50 تومن 60 تومن بخورم شلوالی ها تا شب میبرم درسته
فوق من چون همین الانم تازه قسطی دادم به همسایه اینجا با 70-80 تومن استفاده دادم ده. یعنی الان فردا برم 40 تا شلوار لی بیارم با 50 تومن استفاده بدم یه شبه دو شبه رفته. خب پرنیا تو به من زنگ بزن بعد لایف یا به میترا بعد صحبت کنیم ببینیم که اصلا تو چی میخوای، شرایط تو چیه، کجا هستی. اول خودت رو باید بشناسیم و بعد حالا در مورد کار هم میتونیم صحبت کنیم. میتونه بیاد منم بشناسه، میتونه بیاد ان نزدیک. تا حالا کار تولید هم کردی؟ مثلا کار خیاطی انجام دادی میترا؟ جوون بودم آره. خیاطی رفتم، خیلی وسواس داشتم، کارام خیلی قشنگ بود، ولی دیدم من نمیتونم با این وسواسم خیاطی رو دوست ندارم. بعد رفتم آرایش کردیم. درست. ولی خب اینا رو دیدم من خود کلن خاطرات مغازه، البته مغازه من میگم بازار تبریز بود، لباس مجلسی بود و تولیدیم، من تولیدی بزرگی داشتم. بابا مال شما لباس مجلسی خیلی خطرناکه. هم خطرناکه، برای همون خیلی کمه. تولیدی لباس مجلسی توی تبریز شاید اون زمانی که من کار میکردم نهایتا شاید 5-6 تا تولیدی به نام و معروف بود که توی تبریز کار میکرد. یکیش هم تولیدی مکرد. انقدر کارامون ترتمیز بود، انقدر من خیلی حساس بودم روی کار. اکثرا هم مثلا بحثم میشد با چرخکارا، با اتوکار، نمیدونم تمیز که تمیز من کار تمیز میخوام. برای همون خیلی خوب بود کارم. حالا به نوبه دلایلی اشتباهات خودم، اشتباهات خودم آره دیگه، حالا رفت همه چیز. ولی خب به هر حال الان این مغازه رو دیدم یاد اون دورانی افتادم که این کارم 6-7 رنگ بوده همش رفته. اونم خوشگله، اونم بذار از بیرون نشون بدم. کار امسال بوده. آره اینم خوشگله. جونم عزیزی بفرما قربونت. مشکسه گل حالتون خوبه؟ سلامت. پرنیا زنگ زد. بچه‌ها ببینیم پرنیا زنگ زد، ما هم تو لایویم. آره عزیزی فداتم. آره آره تو لایو هستم. میخوای بعدم با هم تماس بگیری؟ آره بگو بعد لایو تماس بگیر دیگه عزیزی. چشم، حتما حتما. میخوای تا وحید اینجا خونه ما شما بیای؟ آره آره بگو بیاد. عزیزی عزیزی خیلی ممنونتم، قربونت برم. بچه از این پودرا هم ببینین دیگه، این لباس ها نمیشه 70 میلیون. نه ببین بچه لباس خیلی گرونه الان. حالا من دقیقا نمیدونم، شاید هم کم باشه، ولی خب یعنی لوازم آرش فروشی داری؟ باریکلا. آفرین آفرین ماشالله، خدا خیرت بده، خیلی هم ممنون. اینجا هم محل هم جاشو بذاری نشون بدم. اینجا یه ببین مغازش جای خوبی نیست برای این کار، یعنی توی محله‌ایه که فقط آدمایی که تو اینجا زندگی میکنن این مغازه رو میبینن دیگه، میبینی؟ یعنی اصلا جای گذر نیست، برای همون اینجا فروشش خیلی محدود میتونه باشه و برای این کار خوب نیست دیگه این مغازه و محلش، مگر اینکه یه تبلیغاتی بشه، شناخته شده بشه، جنساش خوب باشه. بعد بذار منم ببینین دیگه بچه. اون سفیده چه قیمته؟ زرده بچه ها گفتیم دیگه اونا رو من دونه دونه که سفیده 350، سفیده دو رنگه که مشکیه یه طرفش یه طرفش سفید، من خودم به جای مانتو تو خیابون میپوشم، کارش خیلی عالیه، ولی به خیلی لاغرا نمیخوره، لاغر همه کل خودم باشه. درست. من 70 کیلو هم 73-74 کیلو هم دروغ گفتم 74 کیلو هم وزن منی، منم 73-74 کیلو هم. خیلی خوشحالم الان، خیلی خوشحالم. من 84 کیلو هم بودم. بعدن چی اسمشه بیان تشریف بیارن. بابا باقر شهر اومدن خیلی آسونه بچه ها. شما اگر از جاهای دیگه بیاد اینجا، من چون با شما
نقد کار میکنم، خیلی با درصد خیلی کوچولو میتونم جنس به شما بفروشم، با هم پولم درست. زنده شد دوباره برم جنس دیگه بیارم. همین که محلیای خودم انگار که چاقو گذاشتن زیر گلو میگن قسطی بده وگرنه. ببین محله همونه، من داشتم الان اونو توضیح میدادم. جاش برای این کار خیلی خوب نیست. آره. مشتری گذری نداری تو، اینا فقط ثابتن دیگه، فقط همسایه هایی که اینجا هستن مشتری تو هن. امکان داره خیابونای دیگه هم کوچه های دیگه هم نه، مگر اینکه ببین تبلیغات تو بکنی. آره، بشناسن و بیان، وگرنه میگم مشتری گذری تو نداری، مثل بازار نیست که اینجا طرف میاد به قصد خرید، حالا هر مغازه‌ای شد. اوکی. مگر اینکه تو رو اینجا بشناسن فقط به خاطر تو بیان تو این محله خرید بکنن. آفرین. آره. دوستمون هم که زنگ زد یکی از بچهای گروه گفت فردا میاد اینجا. هرنیا فردا میاد؟ خب خیلی عمال. خیلی عمال. جانا شلوار جین و اینا هم داری؟ بچه ها میگن الان همش تموم شده، دو تا مشکی ها مونده، دو تا توسی های ممثلش که پای خودم هست با بگا مونده، دوتا زیاد آورده بودم. شلوار لیامو خیلی راحت فروختم. سرمایه میخواد شلوار لیامو خیلی راحت فروختم. بعدن اگر وحید نبود مثلا تاریخش به امروز نمیخور، من امروز قرار بود مثلا برم بازار، ولی دیدم وحید خیلی واجب تر از بازاره، چون میخوام تجربه کسب کنم و اینا. مرسی. زندگی نکردم و زندگی کنم. بچه ها این پودرا رو گفتم، اسکریم بگیرین، هر ما الان قیمت نداریم، قیمت رو امید میدونه. آره. قیمت رو وقتی رفتیم خونه از امید میپرسیم، براتون میگیم هر کسی خواست اسکریم بگیره بفرست. چیزی در راجع به این مکملا باشه به احتمال 100% پسر کوچیکم داره. آها. گیشا میشینه، ما از ایمان. آره، از اون تهیه میکنیم، خودمون سوا برای خودمون میفروشیم. اما قیمتمون با اون یکیه ها، متوجه شدم. شاید اصلا ما حتی ارزون ترم بدیم، چون امید کمتر استفاده میخوره رو جس. آها. آره. درست. خیلی. پرنیا نوشته که الان تو جاده ام، فردا آره. میام 100%. این کارامون هم بگو حراج فصل خیلی گوگولیه. خیلی گوگولیه. شاید خوشگلن. کار 350 تومانیه، تازه با درصد بالا نیست. ولی 320 تومن الان به خاطر فصل میدم، که تا یک ماه دیگه هم شما توی شمال و شهرستان برید، تا یک ماه دو ماه دیگه هم میتونید بپوشید. ظریفه. این کار بدون کلاس، چی بهش میگن؟ تدی بهش میگن. همین این یکی تدی رو نگاه کنید بچه ها، تو محل خودم که باقر شهره 480 تومن فروشش بود، من 420 تومنم میدادم نمیبردم. ببین محل مغازه خیلی این برد بالا شهر، اینو شاید 600 تومن هم بفروشن، 700 تومن هم بفروشن. چون خب بستگی به محل داره. من چیز نیستم، ببین یه جوری میگن نامردی به موضوع نگاه نمیکنم. خب اون بنده خدا که اون برن میده 480 تومن، داره 10 میلیون 15 میلیون کرایه میده. درست. من کرایه ای نمیدم اینجا. بازاریام بهم پیشنهاد میکنم میگن خانم این کارو نکن، برو تو بازار مغازه بزن. اینطوری داری وقتتو تلف میکنی. این قیمت این سفیده چنده تو این ویترینه؟ سفیده 270 تومنه. 270 تومن. آره. بچه آدرس دقیق رو یه بار دیگه بگو. باقرشهر جاده قدیم، باقرشهر جاده قدیم قم، باقرشهر خیابان یادگار امام، بعد میشه کوچه 13 یا خان محمدی، هشمتری اول چگینی. چگینی اینم چگینی. سر هشمتری هم عزیزم. اینم چگینی ببینیم. سر هشمتری هم. سر هشمتری. اینم مغازش. دوباره بذاری نشون بدم. محلش این پوشاک برند. قسمت رو بگیر همینجا که بچه های چگینی بود مغازه منه، من کوچه 13 هم، اینجا فرعی 8 متری و روبرو که دارید میبینید اون خیابونو، اونم پارک اترسی، پارکینگ اترسی کنار همه، یعنی امکان نداره کسی بیاد با آقرشر پارکینگ اترسی با پارک اترسی با ندونه کجاست. درسته. خیلی هم عالی.
خب دیگه مغازه رو نشون دادیم، چنزا رو نشون. یه کار دیگه هم بهشون نشون بدم به بچه ها. این کار شلوارم که همه میشناسن، که همه تو خونه هاشون از این شلوار دارن، امکان نداره. تو خود باقرشهر 240-220 فروش میره، من 180 تومن میدم. درسته، خیلی عمالی. خب دیگه اینم از این. اگر کسی از این بدلیجات هم خواست، چند تا مدل هست و خب دیگه به نظرم آره. همین دیگه بچه هایی که دارم. دو رقم کراپ هم دارم. کراپ چیه؟ یعنی خودشون میدونن، یعنی بولیزی که زیاد کوتاه نیست ولی کوتاست. آها، نافشون پیدا نمیشه. این چنده؟ اینم 180 تومن مثل تیشرت ها. آها خب خیلی هم. بعضی جنس ها بچه که هم قیمتش همه جا هست، اولا باید دقیق بشید رو جنس و گرم پارچه، چون گرم نازکتر هم هست. داره. بعد یکی هم که کار شده شو دقت کنید، و یکی هم بعضی جنس ها درصدی نمیشه روشون خورد، برای این همه جا یه قیمته. درست. یا طرف تولید کننده است، از اصلا از مایی هم که کمتر استفاده میکنیم اون میتونه ارزون تر هم بده. این مکمل ها رو میگن اصل همشون؟ به احتمال مثلا 98% همشون اصله، و چیزی هم که اصل نباشه خود امید بهتون میگه. آره. حالا هر سوالی در مورد اینا هم داشتین پیام بدین. محسن اینا رو قیمتشو نمیدونیم، باید امید بگه، بعدن حالا میپرسیم میگیم. یه دفتری اینجا داره، بس من میبینم میتونم علوش بخونم یه کمک. HMB اینو میخواد. آره. محسن قیمت اینو میخواد وگان. الان من یه HMB 180 مای دیدم 750,000 تومن انگار اینجا نوشته. نه این 500 گرمه. یه HMB 120 فا دیدم 600,000 تومنه. دیگه نمیدونم، همه چی قیمت اینجا هست، من باید از امید یاد بگیرم. حالا اونا رو میگم میپرسیم از امید. من نمیشناسم. اشکال ندار. نمیدونم گلوتامینه یو اس آه نمیم چیه 550 تومنه. چربی سوزه نمیدونم چی 750 تومنه. سایز کوچیکتر نداره. سایز ها این هم دیگه، اکثر هم مثلا این تیشرت ها میبنید. نه تیشرت ها همه لشن. آره ببین بزرگه این. این هست. این هم بگو دوستا بخوام برات انتخاب کنم بگو. اینا از کیش دوستم آورده برای فروش. خب اینا بهش میگن جودون، همه آقایون میشناسن جودون. آره جودون از کیش آورده. دیگه اصل و فرع من نمیتونم واقعا تشخیص بدم. من از این گلدوزی ها احساس میکنم اصلا نه، چون از کیش آورده. یه دونه از این رنگا رو بچا میخوام بدم به یا به مثلا هیکلش بخوره و اینا، هر کدوم خودش پسند میکنه. این دو رنگ این برای من میخواد. چهار رنگ صورتی. بچه ها کدومو من بردارم؟ مثلا میخواد هدیه بده به من. ببینید کدومش خوبه؟ البته باید به کلتم بخوره دیگه. فکر کنم صورتیه بهت بخوره، سفیده بخوره. زرده از این بلند لشا برات میشه. آره. به نظرم خیلی بلند میشه. آره. اینا قیمتشون گفتی چنده؟ 250 تومن. البته دروغ نگم، به دیشب با 230 تومن هم پریشب فروختم. که 200 تومن برای دوستم باشه، 30 تومن برای من باشه. خب میگن سفیده بهتره، زرده سفیده. آره. زرد. بذار سفیده یه بار بپوشم. آره سفیده که خیلی نازه. بذار این بچه ها اینجا باشن. سفیده استخونیه. صورتی هم فکر کنم به بزرگ یه خود اینا بچسبن خوشگل تر. بذاریم بچه ها بپوشم ببینین دیگه کدومش کلن اون زیرت هم در بیار، دید نداره به کوچه. من هم که روم این بره. نه دیگه از رویم میشه پوشید دیگه. آقا نکن در بیار، برو اون پشت در بیار بابا به خدا زیبا بشه باش.
بچه ها بذاریم بیام یه لحظه صبر کنیم. خب بچه ها این چطوره؟ ببینم میگن زرده هم خوبه. من نپوشیده میگم این به خدا خیلی جیگره. زرد بلنده مدل لشوشه. میگم وحید سو استفاده کرد بابا. باشه بابا باشه. وحید اومده این همه به من کمک میکنه، این همه داره تبلیغ منو تفلکی میکنه، اینا رو نمیبینین جیگرا. خب اینم برو اون پشت. اینو خودت خیلی نه خودت نه دیگه، فقط بچه ها میشونده اینجا. دیگه برای تو ساخته بودم. بذار زردم بپوشم ببینیم زردش چطوره. بچه ها میام صبر کنیم، میام بپوشم. میاد چون گندمی. حالا بیا خودت تو آینه نگاه کن. اتفاقا بلنده اونطوری هم نیست. آره اصلا اینا خوشگله. اینو باشید روشن تر کن. نمیدونم خودت میبینی. ببین بچه های چی میگن جونه. خب بچه ها الان کدومو برده سبزه بزن اینم بپوشم. این بذار این سبزم بپوشم. سبز که نیست، چیزه تقریبا رنگ صدریه، صدری روشنه خودشم. بذار اینو بپوشم، اینم جنسش خوبه. بذار ببینیم. وای وحید زردم خیلی جیگر. بذار اینم بپوشم، میخوام این سبزم. به نظر من پیرانه تره. حالا بذار بپوشم. یقش بذار باز کنم. خب اینم از این. خب خوبه. البته این سفیده فکر میکنم به نظرم بچه ها این سفیده از همه بهتر بود، بیشتر خوشم اومد. زردم خوبه ها، ولی آره حالا موندم دیگه، ولی به نظرم این بهتره. بزن دوباره سفیدو بپوشم. به نظرم این بهتر. زرده واسه مرد خوب نیست. نه بحث یعنی چی زرده بر مرد خوب نیست. نه من هم هر رنگی رو دوست دارم، ولی خب فکر میکنم سفید خیلی بهتر. بدبخت خیلی هیجان زده. آره هیجان زدم دیگه. حالا هیجان زده بودن اگر بدبختیه که. خب آره همین سفیده رو برداشتم. خوبه، مبارکم باشه. خب پس اگر خانم بیاد چه اتفاقی میفته؟ بذاریم تو آینم نشونتون نشون بدم. بچه اینم سفید. خب آره خیلی هم میگن سفید بهتر. مرسی. نه ستاشو که نه، یکیش رو گفت هدیه میدم و من هم با کمال میل پذیرفتم هدیهش رو.
مرسی مرسی مرسی. خب خدا هم اینجاست. خدا دوست داری بیای بالا اگه حوصله‌اش رو داری. الان دیدم هستی. اگه به اسناب بود سایز نه بزرگ نیست، سایزش خیلی خوبه. ببین چیز نیست یه حالت لش داره دیگه، ولی خوبه کلا دوستش دارم. من لباس تنگ دوست ندارم اصلا، اصلا توی تیشرت و اینا دوست دارم، ولی خب اینم دوست دارم توش راحت. خیلی هم عالی. حالا این خرسی هم ببین چقدر خوبه. خیلی خوشگل. خب بذار ببینیم چقدر شد لایومون. 35 دقیقه شده. خب دیگه مفت دوست داره. آره دیگه من مفت دوست دارم. آره. مفت لذتی که در مفت هست در خریدن نیست. الان میخوایی لایب ما رو ببینی برای سحر. و خب سحر لایب رو باید ببینه، ببینه که اگر کدوم یه چیزی میخواد انتخاب کن. وایزیفر وحید. نه میگه وحید فائزیفر. وا خب منم فدات شد گفتم وا. تو نه گفتی پور. وایزی پور گفتی، گفتم وایزیفره. آره میگه وایزیفر. وحید وائزیفر. آره اوکی خدافظ. بچه تلفن رو الان پین کردن. گفتن این؟ آره سفید. و من خودم هم ترجیحم این سفید است. چرا؟ اصلا انگار یه نور دیگه یه از خارجی میشه. آره خیلی خوشگل شد. مرسی مرسی ممنونم. میترا رو نشون دادیم دیگه. حالا گفتم یه 2 دقیقه منو ببینیم، میگم میترا رو نشون بده، خودت برو بچا بیا اینجا. منم تو لایو به من میگم برو کنار میترا بیا. صد دوام دوستتون دارم. کجایی؟ تمام بچه های زیبا ناوک و من دوست دارم. میگن یه نفر پیشنهاد سوپرمارکت داد برای اینجا، نمیدونم من ندارم. اگر کسی پیشنهاد باز داره با میترا تماس بگیر. مارکت بوده درست. پدر شوهرم میگه اگه خوراکی جات میزدی الان وضعیت خیلی خوب بود، ولی تو کوچه من سر کوچم سوپره. آها زیاده درست. وسط کوچه سوپره، اون ورتر 4 تا هست، من میشم پنجمی. آره کار نمیکنم. البته من سوپرمارکت بذارم دیگه همه میان پلو من دیگه. آقایون دیگه راحت میشه. میگن صورت پرنیا میگه صورتت روح حالت روحانی پیدا کرد. قربونه مال تره میگره. آره دیگه تیشرت رو پوشیدم گفتم با سفیده یه شکلی شدی. نورانی شدم. آره نورانی شدی. امام اومده. امام. خب جذاب لعنتی کی رو میگیم بچه ها؟ مخاطبتون رو بگیم. منو میگیم؟ فکر کنم منو نمیگم. تو رو میگم به خدا تو رو میگم. منو بابا منو فوش میدن. با من چی کار دارم؟ سومی رو نشون بده تا بهت. نه همینو دیگه انتخاب کردم ناروش. نه سومی بهت نمیگه قشنگ نمیشه. اینو میگن بگو میترا میگه مال سن بالا. آره میترا میگه مال سن بالا. دقیقا این خیلی خوشم اومد. آره 500 نفر تو لایو. آره دیگه 500 نفر 490. دو تا پسر داشتم الان با وحید شدن 3 تا پسر. وحید هم سن بچه وسط منه. بچه اولیم 62ه، آرزوم 63ه، ایمانم 66ه. وحید هم سن آرزوه. تو گفتی ماه چی هستی؟ تیر. 18 تیر 63. آرزو شهریور.
دو ماه از من کوچیک‌تره. آرزو هم داره میاد دیگه بچه‌ها، امروز داره میاد. آرزو روشار نوه میترا رو هم قراره ببینی. آره. روشا چند سالشه؟ 12. والله من میگفتم 10 سال، گفت میترا جون من 12 سالمه. میترا جون میگه به تو. آره میترا جون. چه خوب. آره. چه خوب. اصلا انقدر بچه بود عادت کرده بود به میترا جون، فکر میکرد میترا جون اسممه دیگه، نمیدونست جونه یه چیز سواست. میگفت میترا جون، بعد یه جوری میگفت میترا جون که انگار اسم فامیلیته میگفت. ولی الان بزرگ شده لج میکنه با هم، میگه میترا میترا. خب که اینطور، نهار چی بخوریم؟ آه نهارم تصمیم داریم. آره خیالم راحته. ناروش میگه زردرم بگیر، من کاپولش رو من میدم. باشه باشه بابا، مرسی. قول زیبا. باشه باشه، بذار ببینم درست دیدم. آره زرد رو بردار، من به کارت میترا میزنم. باشه قربونت، خیلی ممنون. اینم صاحب دو تا تیشرت. آره یکیش سفیده هدیه میترا. اینم خیلی بهت میومد خدا. آره زردم خوشم اومد، ولی با اون انگار واقعا یه نور دیگه ای داره. اینم من فکر کردم قد زیاد بلند نیگفتم این بلنده بد میاد. نه ولی خوبه. ولی دقت کردی که بعضیا اصلا انقدرم با یه چیز پوشتن تا اینجا. کلاس کاریه. آره. مبارکت. مرسی. اینم هدیه ناروش به من. بیا یه دو تا تیشرت. اون روز بهار مشهد به من 300 تومن پول زد، گفت که برو برای خودت یه تیشرت بگیر. گفتم که با زیبا هم مشورت کردیم، گفتیم که نه نخریم، بذار ببینیم چی پیش میاد. الان پیش اومد دو تا تیشرت. پولم ندادیم. مفخور. راست میگن مفخوری. آره دیگه مفخوریم دیگه. ببین بچه ما هم یه ذره یاد بگیریم مفخوری رو، خیلی حال میده. مرسی ناروش، مرسی. بچه ها من یه وقتایی اصلا انقدر مغرور بودم هدیه رو قبول نمی کردم، و یا وقتی قبول می کردم هیچی دیگه، خودم رو برای یارو می کشتم. یعنی هدیه 100 تومن بود، من 1,000,000 به یارو باج همه جوره می دادم. بعد الان نه، یه دوستی هم دارم خیلی قشنگ گفت، گفت ببین یه چیزی باید عشق توش باشه، طرف عشقش کشته داده، حتی اگر به دروغ داده درسته خودش میدونه. ما قرار نیست به خاطر کارهای دیگران بریم یه کاری ما بکنیم. ما هم هر چقدر عشق داشتیم به دنیا میدیم. شاید ما خیلی یه تجربه قشنگو گفت، گفت میترا مثلا من برای عزیزترین کسم یه وقت پول دارم ولی عشقشو ندارم بدم و نمی کنم. اون مقداری که عشق دارم میدم، اون مقداری رو که خودم دوست دارم برای طرف خرج میکنم. ولی بچه ها من با اینکه همه میگن صادقی، خوبی، مهربونی، خیلی جام بدون عشق کاری کردم، بدون صداقت کاری کردم و ضربش هم خوردم، بدن درد گرفتم، مریض شدم، حال درونیم خوب نشده. فایده نداره، انسان باید به اون کاری که میکنه یه چیزی برای خودش داشته باشه. یعنی اصلا مثلا میخوام خدمت کنه. من حالا ببین دیدی که تو دین یه جوری یاد ما دادن که ببین از این دست میدی این دست نفهمه فلان. بعد بعضی هم که دین دارن میگن نه ما انفاق میکنیم، ایثار میکنیم، آمارم میدیم که دیگرانم یاد بگیره. حالا اینی هم که من میگم دارم آمار میدم که دیروز یه چیزی بخشیدم، حالا شما میخواید پای حساب هرچی بزنید بزنید. من شوهرم که زنده بود یه دو سه دفعه رفتم لباس مردونه بازار آوردم به خاطر اون، و به خاطر اون نمیتونستم یه دونه ای بخرم، زیادم عقلم به بازار نمیرسید. میدونستم بگردم تک فروشیارم پیدا کنم ولی عقلم به این نرسید. مثلا چهار تا می آوردم که یه دونه شون برداره، بس سه تاش میمون تو مغازه خودم، تو زنونه فروشی خودم، هیچی دیگه گیر میکردم. چون من قبل از این 7 ماه که شوهرم فوت کرده تو یه مغازه آرایشگری دوستم هم آرایشگری میکردم هم لباس میفروختم، لباس مردونه ها گیر میکرد. حالا یه دونهش گیر کرده بود، سه تاش مونده بود.
اینقدر دلم میخواست اینا رو به این اینجا کارواش کار میکنن ببخشم، یا یه کارگره یه مغازه یه ببخشم. ببین هی با خودم راه میرفتم، هی میگفتم اینا اینقدر پولشه، من خب ندارم، نمیدونم چیکار کنم، نمیدونم. باز رفتم دیروز یه دونه شو پیروز بخشیدم، ولی حس من نمیشناسمش. بخشیدن و با اینکه نداره دوست داره، یا میگه اینی که حالا من یه 8 ماه نفروختم انگار شاید مال کسیه. حالا تو لباس پوشی 2 سالم جنس میمونه، ربطی نداره به اینا. من هی میخواد ذهنم برام یه کلکی درست کنه، من میخوام ببخشم، ذهنم میخواد یه کلک برام درست کنه که ببخش. 8 ماه مونده، در صورت که یک کاسب جنس 8 ماه رو نمیبره ببخشه. خلاصه پریروز آخر من رفتم کار خودو میکردم، یه دونه رو بخشیدم تا خیالم راحت شد. فکر میکنم به دنیا بده کارم، یه مشکل اساسی رو دارم. بچه ها ناروش از فالوورهای قدیمی مونه، خیلی وقت تو لایوهای ماست و وقتی گفت که میزنم یعنی میزنه. شما من که شکی به حرفش ندارم و گفت که پول رو میزنم و حتی گفت که اولین دشت من امروز میدم ناروش. میگم از فالوورامونه. برای چی میده یعنی؟ بابت تیشرت دیگه، گفت اینو. آها زردر رو آقایی ناروشه، نه خانومه. خانومه، خب آره. دستش درد نکنه، خیلی ممنون. آره میگه میسه داره از صبح میزنه، خب چیکار کنه؟ مگه یه ذره راحتتون نذاشتم رفتم بیرون دور زدم؟ من حریف میترا نمیشم. چشم، من 250 میزنم. مرسی ناروش عزیزی، عزیزی مرسی. خیلی ممنون، مرسی. ببین 536 یعنی 536 تا فال چیز داریم، ویو داریم. زیبا هست؟ زیبا رو من خیلی دوست داشتم بیاد ولی نیست. شاید نمیدونه. نه چرا، احتمالا چون از خواب بیدار شده ورزش اینا داره میکنه. شلوار نداره؟ شلوار یعنی... مردونه؟ نه. ای یعنی چی آهنگ رپ حرف میزنه؟ دارم همدیگر رو ریپلای میکنم با تو نیستم. وحید مجانی منو میخوای بیا ببر بر خودت. بگو چه کارهایی میتونی بکنی؟ صابونه میزنی، نون میگیری، بربری صبح. خب خیلی خوب بود. ترانه رو من ماساژ دادی میگه میترا رو. اشکال نداره، ماساژ من بده. والا بذار من این لباسامو تاکرم دیگه، من اینو در نمیارم. نه دیگه در نیار، همین بمونه. میگه وحید پول تبلیغاتتو بگی. میخوام به شامی بدم امروز. بابا من پول ندارم، ای پول داشتم که زودتر از این تبلیغات کرده بودم. وحید میگه کفش نداره میترا. نه دیگه، لوازم آرایش مارایش داره که دیگه به درد من نمیخوره. مردونه هم دیگه چیزی نداره. مردونه یه دونه چیز دارم به تو تنگه، یه دونه از این عرقگیر شورت ها هست تو خونه میپوشن. عرقگیر شورت چه؟ سه تا مردونه که راحتی تو خونه میپوشن. آها از اون نه دوست ندارم. آره. نمیپوشم اصلا. سایزش کوچیکه، من اصلا سایزش هم باشه دوست ندارم از اونو. آها نمیپوشم. تو آینه نگاه کن، خیلی نازه. آره خیلی خوشگش. شماره میترا رو آره پین کردم دیگه، بچه‌هایی که اگر دلشون میخواد با میترا تماس بگیرن. میترا چیز کن، سب کن، یا ناروش دایرکت برات میفرستم دیگه شماره کارتش رو. حالا الان نمیخوام پین کنم و اینا، یا خودت پیام بده به میترا که برات اسمس کنه که هم با هم ارتباط هم بگیرین. حالا لفتیم خونه براش میفرستم. آره آره، این هم از این دیگه. آدرس مغازه رو گفتیم، توی باقر شهره. حالا هر کسی خواست به میترا زنگ بزنه دوباره، حالا دوبار گفته آدرس رو ولی دیگه. بگو کسایی که پنجشنبه اگر انشالله که رفته ای نداشته باشن، ولی اگر پنجشنبه ها بخوان برم به زهرا، خیلی راحت میتونم بیارم به منم سر بزنم. آها خیلی هم آره دیگه، خیلی خوبه. میگن سوم محسن اینو پوشیدم دیگه، اینو میگی؟ این صورتی هم هست، شاده به شادم نباشه.
میخوای اون صورتی رو هم یه بار بده بشن. خیلی دوست دارم این تیشرتو، خیلی خوشگل، جنسش هم خوبه، جردن خوب. شستشوش هم به خودت میگم که چجوری شستشو کنی که نه اذیت بشی. خب اونو در بیانم بپوش. خوبه اینم به نظرم. من اون خرسی رو برای سحر میخوام. بذاریم صورتی رو بپوشم. میترا تلفنت. خب بیا برو اول خود جلو آینه خودت نگاه کن. سلام عزیزم. خب اینم بچه صورت صرف کن تو آینه نشون بده. بله بله. بچه صورتیه بله. چیز نیست که پر رنگ، خیلی صورتیه یواشه. خب صورتیه یواشه. اتفاقا دوست دارم. اینم رنگش خوبه. مال مفت همشو بردار. نه همشو که بر نمیدارم. یکی شدیه میترا بود، یکی شدیه ناربش شد اون زرده، همین دیگه. من دوست دارم یه کاری برای شما بکنم، یه کاری برای خودم. قیمت چنده؟ فکر کنم گفت 230 تومن یا 250 تومن اینطوری. ها اینو بردارم با کلاسه. آره خوبه. حالا یا زرده رو برمیدارم یا اینو، ولی دیگه زرده رو چون ناربش هم انتخاب کرد زرده رو برمیدارم دیگه. این بهتر از سفید. نه سفید رو حتما برمیدارم. سفید خیلی خوشگل بود، اونو 100% برداشتم. سفید اینم خوشگله. میترا میگه اینم خوشگله. آره سفید که حتما اون برداشتم. زردم که بذاره بیم. خب همین دیگه. آها ناروش پس صورتی. آره به نظرم صورتی اینم خوشگله، یعنی خوشم اومد. این از زرده قشنگی تره. خب اوکی پس همینو برداشتیم دیگه. حل بس دیگه گمشم. باش. خب آره همینو برداشتم دیگه. بکنم از فالوورا زنگ زده. از فالوورا بود زنگ زده بودم. آره میگو لباس دارم از تبریز اندازه 100 و چند تیکه خارج بودم، بعدن برات میفرستم هر وقت فروختی پولشونو بدم. گفتم ببین دموده نباشه من شرمندت بشم. اینو بذار اول بشناسیمش. بگو اول یه ویدیو کال کن، اول خودت رو بشناسیم ببینیم کجا هستی. آخه بنده خدا نه پول میخواد بگیره نه. میگه دیدم خوشم اومد ازت. آره گفت 6 ماه برگشتم. سارا هم اسمم. گفت خارج بودم. خب خوبه چیز دیگه همشهریمونه دیگه. بذار صحبت میکنیم باهاش ببینیم که بچه ها میگن صورتی از زرده بهتره. پس من صورتی رو برداشتم با سفیده. یه جورایی هم به نظر من خب صورتی هم انگار نورش بیشتر. آره، بود. آره خیلی خوشگل. زرده شاید انگار زردت میکرد. شاید بچه ها درست میگن. نه اونم خوب بود اونم ولی خوب بود. این صورتیه انگار روشنا بهت بهتر میاد. آره آره اوکی.
حل. بچه اینو برداشتیم و بعد دیگه الده بلده به قول ترکا. من فردا بیام حرف بزنم بعد کار. باشه پرنیا حتما بیا، خیلی خوشحال میشیم که بیای از نزدیک ببینیمت، با هم صحبت بکنیم و اصلا حالا این همکاری بشه اتفاق بیفته نیفته، مهم اینه که تو بیای و به هر حال تو ارتباطات ما باش. خب اینم از این جونم. چرا به من اهمیت نمیدی؟ به چیه تو اهمیت نمیدم؟ نمیدونم وحید، من میخوام پول اون قرمزه رو بدم. خب کدوم قرمزه؟ اون خرسیه رو. خب قرمزه رو بر کی؟ بر سحر گفتی فکر کنم. آره شلوار بچه نداره، مردونه هیچی نداره، مردونه همین فقط جونه. 4-5 تا تیشرت بود جونه. همین. سلام خیالت تخت، من میام. بسیار هم عالی. نه دیگه چون زنگ زدی خب معلومه که خب صورتی هم چیکار کن عشقم؟ جدیه. کیه؟ از استرالیا زنگ زده میگه صورتی هم جای زرده بردار. استرالیا هم کیه؟ آره نمیدونم. ببین بگو کیه. از... سلام سلام اکسان بگم صورتی هم جای زرده بردار. عزیزی باز دارن زنگ میزنم، شماره تو گذاشتیم همه دارن زنگ میزنم. بچه ها زنگ زدن میگن اون صورتی رو بردار. بچه ها برداشتم این صورتی رو برداشتم. اوکی گفت از استرالیا زنگ زدن. آره. از استرالیا زنگ زدن، اسمش هم نگفت. ببین دیگه گفتن صورتی صورتی رو برده. ببین همه رأیشون یکیه. ولی زردن بدنیم من، ولی احساس میکنم آره زردت کرده بود. چرا این روشن تران گاهی؟ نه خوبه، خیلی خوش آمد همینو. جونم؟ بله؟ بکنم زیبا دعوا کنه به خاطر لباس ما نخریدیم که، این هدیه میترا بود. حالتون خوبه؟ بعد یکیش هم که هدیه ناروش عزیز بود. بابا بیل کن تو رو برم. بابا بیل چی میگه؟ میگه صورتیه رو من 1,000,000 میخرم نده به وحید. کیه؟ نیپالو بره. چقدر زنگ میخوره تلفنت؟ بابا زشته، من از تن این در بیارم مجی صورت مجی برو برو مجی جا نگو برگونت برم قرمز قرمزیه دخترونه هست. مجی کجایی؟ تهرانی؟ ببین تلفن تلفنه تلفن میترا منفجر شده، انقدر دارن زنگ. خب خیلی خوبم بچه ها. میگه این خرسی خرسی ها رو بده باید ببینیم. خب بذار بپوشم بابا. آقا بپوشم بذار اینو مسخره کنم. بیا بر بر نمیدارم، میخوام بپوشم. چیه مثلا این؟ میخوایم بگین لباس زنونه پوشیده؟ آره. نه فیریه ولی دیگه الان. خب بچه ها بیا اینم خرسی. این کارو من نمیدونم شبه باش بیاد یا نه. میدونی منظورم چیه؟ جنسش یه جنس خوشگله اینا، خوبیه، مثل شومیزاس، یه جنس عالیه، یه جنسی که خب. حالت هم ابروهایی هم شومیزه. فقط اینو پوشیدم که ببینین که خب اشکالی هم نداره که آدم خرسی هم بپوشه. همین الان گلاش هم نشون میدم، بگو کدام گلشو برات بذارم. آره همین الان نشون میدم. آره الان در میاد. بذار بعد کنم. آره همین. من میرم همون صورتیمو بپوشم. ببین میگه اینو
چقدر خنگ آره چه بازن بابا میدار یک کار بس نمیاد به الو بابا بگو دست برداریم دیگه یه دونه تیشرت خواستیم برداریم ببین لایو میگه بگیریم بعد دیگه یه دونه از اینا رو برام بزن لایو بگیریم بعد یعنی چی؟ گلا رو بشناسه عزیز دل الان زنگ زدی از این سفید مشکیه این یه گل این یه گل خب دیدی قشنگ این یه گل این یه گل خب میخوای اونو صداشو چیز کنی؟ این یه تر اسبه تو هم تو همه اینم یک پس این زیری میشه اولی مثلا اسبی دومی این سومی این چهارمی چهارمی ساده تر از همه است خب. اینو بگی نفته باش اونو آره جونه وای چقدر تلفن زنگ میخوره ها یعنی فقط مدام دارن زنگ فقط ما نامحرم اینجا نه دیگه میرم اون پشت در میارم دیگه بابا اینجا جلو تو کوچه است همه لباسه بوی گند عرق وحید گرفتن شما نگران بوی گند من این خانم میخواد تو لایو صحبت کنه میگه خب صداشو بزن من چقدر خانم خوبی هستی به خدا اسمت چیه؟ اگه اونجا بودم ازم جنس هلو. میخریدی؟ آره داری میشنوی وای فقط تلفن ببین از اسپانیا من از وحید چقدر من اسمم خاطره هست از وحید چقدر انرژی گرفتم از اون خانم از پسرش خیلی عزیزم خیلی ممنونی مرسی عشقم عشقم پشقتی زیاد خاطره به من پیام بده یا زنگ بزن با هم در ارتباط باشیم بذار من تو لایو هم بعد لایو صحبت کنیم تهران از خودت خواهید میکنم مرسی قربونه قدم دوچش از اسپانیا دارن زنگ میزنن از استرالیا دارن زنگ میزنن دیگه من تو رو معروف کردی تو من رو معروف کردی تلفنت داره منفجره جونم خیلی خوب بود یعنی سلام عزیزی خب بچه ها لایومون یک سا من اونجا خواستم یه لایو کوتاه بذارم بعد دیگه خیلی قرمزه سنون از پدبخت میشید گفتم در بیاری چیه بابا بنتوری دارم کیه؟ بابا بیکار من ده خدا رو گیری آوردی میگه قرمزنم باشی میگم بابا پوشید سشته دختر قرمز پوشیدم میگه قرمز نیومد بهش بابا رنگای روشن بهش میاد جونم میخوای چیز کن تلفنت رو خاموش کن فعلا سلام خیلی خوب شد یعنی این اتفاقه خب مکملا رو نشون دادم دیگه مکملا رو نشون دادم اگر سوالی داشتین بپرسین از امید من چیز میکنم ببین فقط داره زنگ میکنه مینو باشه باشه مینو جا رش هستی باشه ممنون واسه خودنمایی بر چی خودنمایی چیه خودنمایی آره. چی حتما جواب میدم حتما چرا جواب ندم شما عزیزی آره باشه باشه اومدی تهران بیا سر بزن صدری رو بپوشم محسن صدری رو پوشیدم اومد عزیزی ولی بذار بپوشم آره آها آره اوکی ما هم داریم همه مسائل و تجربه ای داریم زنگ بزن با هم صحبت کنیم حالا موضوع نباشه حالا همه دنیا هم بشنم با هم صحبت میکنیم اوکی خب اینم صدری فدا چند بارون خب بچه ها لایومون خیلی طولانی شد من دیگه یکی دو دقیقه بعد لایو رو میبندم بعد دیگه بریم تا شب شاید شب بازم یه دونه لایو گذاشتیم و
اومدین صحبت کرد. سلام عزیزی برادر، چه فقط مدام ها، یعنی یک لحظه تلفنش. نه بابا، ببین جواب همه رو دارم میدم. آقای محترم اسمتون چیه؟ یعنی چه کمکی؟ حالا تو لایوی میگه محمدم معلول هستم تو لایوم. خب چیکار کنم؟ میگه میتونید منو نشون بدید، یک کمکی به من بکنید؟ کمک؟ نه، ما کمک بر چی؟ خب بگو، منو دعوت کن من بیام پیشت. محمد ولی بیام اول بشناسیم. میگه محمد ولی میگه درخواست دادم. خب بگو پیام بده. پیام بده میگه به وحید باشه. دایرکت پیام بده ببینیم اصلا کجا هستی، کی هستی. میگه اهمیت ندادی. حالا تو پیام بده. محمد تهرانی؟ ببین پیام زیاده، ببین از تلگرام پیام. لرستانه. چقدر من دوست دارم لرستانو ببینم. باشه بگو فعلا پیام بده. میگه پیام بده. آره پیام بده بعد ببینیم که چی میگه. باشه چشم. محمد چند سالته؟ زنده باشی، زنده باشی. محمد خب بچه ها بریم دیگه، خیلی طولانی شد لایومون. شاید زیبا هم لایو داشته باشه، سحر لایو داشته باشه، باید دیگه بریم. خیلی لایو خوبی بود، خیلی خوش گذشت. مرسی از میترا، مرسی از ناروش، ممنونتم، ممنونتونم. اینو بردارم؟ نه دیگه، صورتی رو برداشتم دیگه، صورتی رو برداشتم و سفیدم که هدیه چیز شد. سفید هدیه میترا، صورتی هدیه ناروش. بچه بریم، مرسی که بودین، خداحافظ.